ده صبح تهران، 2:30 بامداد اینجا در واشنگتن. بیننده یک بخش خبری هستید با من فریبا شیرزی. سرخط خبرها. موج جدید برخورد با استادان، فعالان دانشجویی و مدنی در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی. ده ها دانشجو تهدید و به کمیته انضباطی احضار شدند. پنهانکاری دولت درباره آمار مرگ و میر کارگران. آمار وزارت کار کمتر از نصف رقم اعلام شده از سوی پزشکی قانونی است. با تنش‌های تازه میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در نابلس و اورشلیم. وقت شما بخیر. دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف با تصمیم هیئت جذب این دانشگاه مبنی بر اخراج علی شریفی زارچی مخالفت کرد. حمید زرابی‌زاده رئیس این دانشکده با ارسال نامه‌ای به دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه خواستار تجدید نظر در رأی صادر شده. زرابی‌زاده در نامه خود تاکید کرده گروه هوش مصنوعی دانشکده به دانش و تخصص شریفی زارچی نیاز جدی دارد. رابطه عمومی دانشگاه شریف اما با انتشار بیانیه‌ای ضمن دفاع از حکم اخراج انتقادات علیه این تصمیم را مردود دانسته. علی شریفی زارچی یکی از اساتید این دانشگاه است که همراه با چند استاد دیگر به دلیل حمایت از خیزش انقلابی سال گذشته اخراج شد. در آستانه نخستین سالگرد قتل مهسا امینی و همزمان با موج جدید سرکوب و ارعاب فعالان دانشجویی، حکم کمیته انضباطی درباره تعلیق دستکم 20 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان که سال گذشته صادر شده بود عیناً تایید شد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ده‌ها دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز در روزهای گذشته به کمیته انضباطی احضار شدند. این دانشجویان تهدید شدند که از شرکت در اعتراض‌های احتمالی آینده خودداری کنند. در همین ارتباط امیر حسین بلالی، مسئول پیشین دفتر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، روز دوشنبه در خانه خود بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای امنیتی در زمان بازداشت همه وسایل الکترونیکی این فعال دانشجویی را ضبط و توقیف کردند. امیر حسین بلالی به مکان نامعلومی منتقل شده و اتهام‌های او مشخص نیست. علی افشاری، تحلیلگر امور سیاسی، میگوید هدف طولانی مدت حکومت برای اعمال فشار بر دانشجویان و استادان دانشگاه زمینگیر کردن جنبش دانشجویی است. طاووس حکومت به خصوص نهاد ولایت فقیه و بازوهای اطلاعاتی و امنیتیش در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه این هستش که دوباره در مهرماه سال 1402 دانشگاه و به خصوص جنبش دانشجویی بروز طوفانی داشته باشه مانند مهرماه 1401. به هر حال این برخوردی که داره انجام میشه این هدف کوتاه مدت است. هدف دراز مدت زمینگیر کردن دوباره جنبش دانشجویی، برقراری حاکمیت مناسبات مبتنی بر حاکمیت پادگانی هست و اون به هر حال خواب تعبیر نشدنی و آرزوی محال تسلیم و انقیاد دانشگاه و انتقام گیری از فعالان دانشجویی و اساتیدی که به مسئولیت انسانی و اخلاقی خودشون عمل کردن، به سنت روشنگری دانشگاه و آزادی‌های آکادمی پایبند بودن. این هدف‌ها رو دنبال می‌کنن، ولی همونطور که در خبرها اشاره کردید خب مقاومت هم جریان داره از سطح دانشجویان، از سطح اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، اساتید دانشگاه‌ها. این میزان همبستگی و انسجام تقریبا کم نظیر بوده و حکومت کار سختی رو داره. اگرچه به حال دولت رئیسی در بعد از ظهور جنبش انقلابی زن زندگی آزادی تا همین الان 22 استاد اخراج رو تعلیق کرده، ولی به نظر میرسه که کار سختی برای قطعی و نهایی کردن اینها داره. اگرچه دولت رئیسی، خود ابراهیم رئیسی حمایت کرده یا مدعی شده که اینها، این اساتیدی که اخراج شدن و حال دچار محرومیت‌های مختلف شدن، اقدام خلاف قانون انجام دادن، خب ادعای کاملا کذبی هست. قوانینی که جمهوری اسلامی در دانشگاه ها داره مثال قوانین ظالمانه هستن، اینها قانون بیقانونی هستن در اصل، اما همین قوانین و شیوه نامه ها را هم اینها اجرا نکردن. به درستی خانم آذر موحد از اساتید دانشکده هنرها و موسیقی، هنر نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران اعلام کردن که ایشون چندین ماهی که حقوقش رو قطع کردن و هیچ کدام از موارد آیین‌نامه انضباطی اساتید رعایت نشده در موردشون.
به هر حال این برخوردها یک بسته بزرگتری هست که کل فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی و اجتماعی منتقد و معترض، کسانی که همراهی کردن با جنبش انقلابی مهسا رو در بر گرفته. معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته از نزدیک گزارش‌های سرکوب و تهدید خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات در ایران را پیگیری می‌کند. او در توییتی نوشته این تلاش آشکار که برای ایجاد ترس در میان ایرانیانی که در آستانه سالگرد درگذشت مهسا امینی متحمل می‌شوند را محکوم می‌کند. آبراهام پلی که در غیاب رابرت مالی کفیل فرستاده ویژه در امور ایران است، این سخنان را در واکنش به خبر بازداشت ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از معترضان اعدام شده بیان کرد. در آستانه سالگرد خیزش زن زندگی آزادی، پایگاه حقوق بشری هنگاو میگوید 5 شهروند کرد اهل شهرهای مهاباد و ارومیه به 3.5 تا 10 سال حبس محکوم شدند. این افراد که در جریان خیزش سراسری سال گذشته بازداشت شده بودند، به تخریب اموال عمومی، تمرد به ماموران و اخلال در نظم عمومی، به زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. هنگاو میگوید طبق قانون تجمیع احکام، مجازات اشد برای رحیم شمعی و یاسین مصطفی پور هر کدام 5 سال زندان، برای صلاح موسوی راد و ایرج ابراهیم زاده هر کدام 42 ماه زندان و برای بهنام راسخنیا 10 سال حبس قابل اجرا خواهد بود. این سازمان همچنین از احضار 28 معترض اهل آبدانان از توابع استان ایلام با وجود مختومه بودن پرونده آنها خبر داده. بر اساس این احضاریه، این معترضان باید روز یکشنبه 19 شهریور ماه در شعبه 1 دادگاه انقلاب ایلام حاضر شوند. خانواده این شهروندان در واکنش به ارسال احضاریه غیرقانونی اعلام کردند، به زودی یک تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها، عبدالرضا دهخان، فعال سیاسی و پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه، توسط پلیس این کشور بازداشت شد. گفته می‌شود او در ساختمان پلیس امنیت شهر دنیزلی زندانی است و قرار است به کمپ دیپورت این شهر منتقل شود. این زندانی سیاسی سابق در آذر ماه 98 نیز در جریان تجمع اعتراضی ایرانیان در دنیزلی که برای اعلام همبستگی با معترضان و جان باختگان برگزار شده بود، توسط پلیس ترکیه بازداشت شده بود. عبدالرضا دهخان معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است که مدتی است در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده. فراخوان نویسی و پخش فراخوان برای سالگرد کشته شدن مهسا امینی در سراسر ایران همچنان ادامه دارد. ویدیویی ببینیم از پخش فراخوان و شعار نویسی در ساری، اکباتان و سنندج. ساری 8 شهریور باید این فرخان رو پخش کنیم. نافرمانی مدنی زنان علیه تحمیل حجاب در شهرهای مختلف ادامه دارد. ویدیویی ببینیم از رفت آمد زنان با پوشش اختیاری در اردبیل. 8 شهریور اردبیل، این خانم کش حجاب کردن. این ویدیو رو میگیرم برای اینترنشنال. خبرگزاری ایلنا از پنهانسازی دولت در مورد آمار مرگ کارگران خبر داده. ایلنا از مرگ دستکم 26 کارگر در مرداد ماه بر اثر حوادث ناشی از کار خبر داده. در این گزارش آمده با توجه به پنهانکاری دولت درباره شمار کشته شدگان حوادث کارگری، آمار رسمی با آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد فاصله بسیار دارد. طبق داده‌های پزشکی قانونی سال گذشته 1900 کارگر در حین کار جان باختند، اما به
گفته معاون وزارت کار 711 کارگر سال گذشته جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند، یعنی کمتر از نصف آمار پزشکی قانونی. آماری از خودکشی کارگران وجود ندارد و خبر خودکشی کارگری به ندرت رسانه‌ای می‌شود. همراه هستیم با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. خوش آمدید آقای کیخسروی. طبق داده های پزشکی قانونی در سال گذشته 1900 کارگر در حین کار جان خودشون رو از دست دادن و فقط در ماه مرداد ماه 26 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختن. آمار بسیار بالایی است. دلایل این مرگ و میر کارگران و آمار بالای حوادث کاری در ایران چیست؟ با سلام و درود به شما و بینندگان محترمتون. واقعیت اینه که ابعاد و آمار هم مرگ کارگران و هم حوادث ناشی از عدم ایمنی محیط در محیط کار بسیار فراتر از این آماری هست که چه در خبرگزاری ها و یا توسط پزشکی قانونی و دولت اعلام میشه. همونطوری که در این گزارش ایلنا هم اشاره شده، دولت نسبت به این آمار داره پنهانکاری انجام میده و دلیلش اینه که هیچ امنیتی در محیط های کار وجود نداره و اساسا سوداوری بیشتر معیار و بستر اصلی هر نوع سیاستی چه توسط دولت و حکومت گران چه توسط کارفرمایان در ایران هستش و کوچکترین ارزشی برای جان انسان ها و کارگران به طور اخص در این زمینه قائل نیستن. ببینید، دقت کنید، ما در ایران تعداد بازرسان کاری که وجود دارن با استانداردهای جهانی اصلا خانه‌ای نداره. تا همین چند سال گذشته آمار 800 نفر بازرس کار برای حفظ ایمنی محیط کار در کل کشور وجود داشتن که همین اواخر اعلام کردن 1200 نفر بازرس کار الان ما داریم، که همین تعداد هم در یعنی اگر یک نسبت با تعداد کارگران در کل کشور در نظر بگیریم 1 به 10,000 هست، یعنی به ازای هر 10,000 کارگر حدودا یک بازرس کار وجود داره و عملا همین بازرسان کار هم اگر چه تعدادشون ناکافیه، اما یک سیستم رشوه‌گیری وجود داره که کارفرمایان با قدرت پولی که دارن این بازرسین رو به هر حال تضمین میکنن و اجازه بازرسی درست در محیط های کار نمیدن. این رو هم در نظر بگیریم که ما به خاطر اینکه قراردادهای شغلی در برای 97% از کارگران در ایران موقت هستش، کارگران نسبت به عدم ایمنی در مراکز کاریشون جرأت اعتراض حتی شاید میشه گفت که ندارن، چون قراردادهاشون تمدید نمیشه، کارفرما اونها رو از کار اخراج میکنه و تشکل‌های مستقلی هم در ابعاد گسترده‌ای ما نداریم و یا اجازه فعالیت آزادانه به فعالین کارگری مستقل داده نمیشه که هم نظارت بکنن و همین که آمار دقیقی از وجود حوادث کار رو بتونن به هر حال پیگیری بکنن. آقای کیخسروی، داده های پزشکی قانونی همونطور که در خبرها بهش اشاره شد متفاوت هست از آمار وزارت کار درباره مرگ و میر کارگران. دلیل این پنهانکاری دولت چیست؟ چرا دولت سعی میکنه که مرگ کارگران رو رسانه‌ای نکنه و کارگران جانشون رو در حوادث ناشی از کار در خاموشی و بیخبری از دست بدن؟ بله، دقیقا نه تنها آمار حوادث کار بلکه آمار تعداد کارگران و موزبگیران برای هم پزشکی قانونی، سازمان تأمین اجتماعی یا برای دولت اصلا آمارهای متفاوتی رو اعلام میکنن. شما دقت کنید، مثلا سازمان تأمین اجتماعی به تعداد بیمه شدگانش رو اعلام میکنه، اما دولت میزان کارگران و تعدادشون رو بسیار کمتر از این نشون میده. تازه این رو هم در نظر بگیریم، حتی این آماری که سازمان پزشکی قانونی اعلام میکنه یا سازمان تأمین اجتماعی تعداد کارگران و حوادث کار اعلام میکنه بسیار فاصله داره با اون واقعیتی که هست، چون ما کارگاه های بسیار زیادی در سطح کشور داریم که جز یعنی مشمول قانون کار نیستن. کارگاه های زیر 10 نفره یا کارگاه های زیرزمینی یا حتی در مورد کارگران ساختمانی، درصد بسیار بالایی از کارگران ساختمانی مشمول بیمه تامین اجتماعی نشدن و اصلا آماری براشون وجود نداره و حوادثی که براشون هم اتفاق میفته دور از دید رسانه ها قرار میگیره. اما دولت چه دلیلی داره برای این کار؟ اینی که یکی از این به هر حال نمیخواد خودش رو مسئول نشون بده برای حفظ جان کارگران یا اینکه به هر حال سیاست‌هایی رو تدوین بکنه برای اینکه محیط‌های کار امن‌تر بشن و نگرانی‌هایی داره به خاطر اینکه
اعتراضاتی در داخل کشور از سوی کارگران یا گروه‌های مختلف و تشکل‌های مستقل بیشتر دامن زده بشه و در سطح بین‌المللی هم به هر حال یک تصویر دیگه‌ای رو حکومت از خودش نشون میده. مشخصاً با امضای مقاولنامه 155 سازمان جهانی کار اعلام کرده که شرایط حفاظت و بهداشت محیط کار رو، ایمنی محیط کار رو رعایت می‌کنه، در حالی که یک دروغ بزرگی رو داره به نهادهای بین‌المللی اعلام کرده و چنین چیزی اصلا وجود نداره و با پنهانکاری می‌خواد نشون بده که به هر حال در سطح این ایمنی و بهداشت رو در محیط کار اجرا کرده و نمیخواد این به هر حال رسانه‌ای بشه، چه در سطح داخلی و چه در نهادهای بین‌المللی. فؤاد کیخسروی از هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، سپاسگزارم از شما. ویدیوهای دریافتی حاکی از تشکیل صف‌های طولانی خودروها در مقابل جایگاه‌های سوخت شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان است. سلام، خسته نباشید. صبح ساعت 4 اومدیم تو صف، الان ساعت 5 و نیمه، 2 ساعت دیگه هم باید تو صف وایستیم. یعنی واقعا آدم کلافه میشه، خدا شهده تو این صفای طولانی بنزین. اما در ادامه تنش‌ها در کرانه باختری میان اسرائیل و فلسطینیان، یک افسر و 3 سرباز ارتش اسرائیلی بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر نابلس زخمی شدند. همزمان در جریان حمله یک نوجوان فلسطینی به یک ایستگاه قطار در اورشلیم، یک جوان اسرائیلی زخمی شد. مهاجم که 14 ساله بود توسط پلیس مرزی اسرائیل هدف قرار گرفت و کشته شد. همراه با بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل آویو برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبرها. بابک وقتت بخیر، اول از انفجار نابلس بیشتر به ما بگو. باید این را عنوان کنم که نابلس شهری هستش که در کرانه باختری قرار داره و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت نظر حکومت خودگردان فلسطینی هستش، اما آنچه که اهمیت داره مقبره حضرت یوسف هستش که در این شهر قرار داره و باورمندان یهودی برای زیارت به این مقبره میرن. بارها این مکان مورد حمله فلسطینیان قرار گرفته، قسمت‌هایی از اون را تخریب کردند اما دوباره بازسازی شده. دیشب هم گروهی از این یهودیان باورمند، گفته شده 1500 نفر، با اتوبوس‌ها و تحت حمایت ارتش اسرائیل وارد نابلس میشن تا به زیارت این مقبره برن. وقتی که سربازان اسرائیلی از جیپ‌های خودشون پایین میان تا این گروه از یهودیان را به سوی این مقبره ببرن، یک بمب دستساز کنار جاده منفجر میشه و 4 نفر از این سربازان که یکی از اونها افسر هست را زخمی میکنه. پس از اون ادامه پیدا میکنه ورود نمازگزاران به سوی مقبره، اما در کنار اون فلسطینیان دست به تظاهرات خشونتباری میزنن. تا نیمه های شب این تظاهرات ادامه داشت که در بین اون چندین فلسطینی هم زخمی شدند. ارتش اسرائیل خبر داده که 1 فلسطینی در این درگیری ها هم کشته شده. باید عنوان کنم بمبی که در کنار جاده منفجر شد بمب هایی را به یاد میاره از لحاظ تکنولوژی و فعال کردن اون، که همان هایی هستش که در عراق گروه های شبه نظامی حامی ایران به کار بردن و این هم شاید نشانه دیگر از آن باشه که
جمهوری اسلامی هم به طور فزاینده در داخل کرانه باختری فعالیت داره و سازمان‌های حماس، جهاد اسلامی و دیگر سازمان‌های نظامی را در اونجا پشتیبانی می‌کنه. بابا که بپردازیم به حمله به یک اسرائیلی در اورشلیم و کشته شدن یک فلسطینی، از این خبر چه چیز بیشتری می‌دونی؟ پیش از اون دقایقی پیش خبر رسید که یک فلسطینی در پست بازرسی که در نزدیکی اورشلیم قرار داره، تقریبا چند کیلومتر قبل از اینکه وارد اورشلیم بشیم، پست‌های بازرسی وجود داره که کرانه باختری را از اورشلیم جدا می‌کنه. در اونجا یک کامیونی که یک فلسطینی راننده او بود به سوی افرادی که در این پست بازرسی قرار داشتن حمله می‌کنه، اونها را زیر میکنه. هنوز از هویت این افراد چیزی در دسترس نیستش، اما گفته شده استش که بین 20 تا 22 سال بودند. یکی از اونها به شدت زخمی هستش، حالا او وخیم اعلام شده. دو نفر دیگر هم زخمی هستند. پس از اون کامیون از اونجا فرار میکنه، اما ارتش اسرائیل او را در پست بازرسی بعدی متوقف میکنه. در شلیکی که به او میشه معلوم نیستش که حال او چطور هستش، اما گفته شده است که او خونسا شده. شب گذشته هم همانطوری که گفتید، یک نوجوان فلسطینی در یکی از ایستگاه‌های قطار در داخل اورشلیم به سوی افرادی که در ایستگاه اتوبوس بودن حمله میکنه، یک نفر را زخمی میکنه. یکی از پلیس‌هایی که در اون اطراف بوده به سوی او شلیک میکنه، او را میکشه. پیش از این هم در شهر الخلیل چند ساعت قبل از اون یک فلسطینی دو سرباز اسرائیلی را زیر میکنه، اونها به طور سطحی زخمی میشن. در اونجا هم فلسطینی کشته میشه. همچنان درگیری ها در کرانه باختری ادامه داره. تقریبا روزی نیستش که ما خبری در رابطه تنش ها در کرانه باختری به گوشمون نرسه. به نظر میاد که حماس و جهاد اسلامی تصمیم گرفتن که کرانه باختری را به مرکز نزاع با اسرائیل تبدیل بکنن. دیروز هم دیروز و هم امروز حماس و جهاد اسلامی مسئولیت همه این حمله ها را به عهده گرفتن. ممنونم بابک همکارم، بابک حسابی از تل آویو با ما. بمب ساعتی، توصیف رئیس جمهور آمریکاست از وضعیت اقتصادی چین. جو بایدن در این حال در مورد پیامدهای احتمالی این وضعیت برای دیگر کشورها هم هشدار داد. مقام‌های چینی اما میگویند احیای اقتصادی با ثبات در حال پیشرفت است. تو ماجه تاهباز گزارش می‌دهد. این خانم یانگ هویان این روزا نقل محافل تو فضای مجازی چینه. مدیر گاردن هولدینگز از بزرگترین شرکت‌های توسعه املاک در چین. یه زمانی ثروتمندترین زن آسیا بود، اما برآورد بلومبرگ نشون میده تو دو سال اخیر بیشتر از همه میلیاردرهای جهان ثروت از دست داده. برای خیلی‌ها اینجا تو آسیا وضعیت خانم یانگ و بازار عظیم ولی شدیداً بحران زده و پر از غرض و غوله مسکن چین تصویری میده از اقتصاد این کشور تو دو سال اخیر، به خصوص دو سال اخیر از زمانی که کووید شروع شد، که اتفاقاً از خود چین شروع شد، تا اون سیاست جنجالی مرزهای بسته و بعد ضربات پی در پی آمریکا به تن اقتصاد چین، تا الان که آمار و ارقام تازه دولت چین منتشر شده که لرزه انداخته به تن بازارها. آیا اقتصاد چین رو به افول یا رو به احیا؟ این سوالیه که این روزها خیلی از خودشون میپرسن. توصیف داده‌های اقتصادی چین از ماه ژوئیه در بهترین حالت اینه. سرعت کم در جاده‌ای پر از دست‌انداز. فروش عمده کالاهای مصرفی 2.5% رشد کرده که کمترین رقم امساله. تولید صنعتی هم کاهش داشته. برزخ اصلی اما بخش خصوصیه، یعنی بازار اصلی نیروی کار در چین. مثلا نشریه نیکی میگه تعداد شرکت‌های خصوصی تو وضعیت قرمز اقتصادی به بیشترین حد تو 22 سال اخیر رسیده. نرخ رسمی بیکاری جوان ها هم رکورد عجیبی زده. پکن اساساً انتشار اون رو هم کنار گذاشته. در مورد خود آمار رسمی هم تردیدهای مطرحه. اقتصاد چین تو شرایط گرگ و میشه. این تصور که چین دائما در حال رشد و به زودی جای آمریکا رو میگیره دیگه مطرح نیست. چین الان مشکلات اساسی داره، از تورم منفی تا بحران عظیم در بازار املاک. مهمتر از همه آمریکا هم داره ضربه میزنه و رو زخم چین نمک میپاشه.
ویلیام پسک، تحلیلگر ساکن توکیو، معتقد دولت جو بایدن دست به جراحی موضعی ولی دردناک اقتصاد چین زده، از محدودیت فروش فناوری تا محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، و این جراحی ادامه داره. در طرف دیگه اما رسانه‌های وابسته به پکن میگن حرف زدن از سقوط چین یا تهدیدهای چین فریب افکار عمومیه، در نهایت واسه حفظ هژمونی یا برتری واشنگتن. مقامات رسمی چین میگن ثبات نسبی حاکمه و نتیجهش هم به زودی دیده خواهد شد. چین از ظرفیت تولید و عرضه نسبتاً قوی برخورداره و حجم صادرات بیشتر از وارداته. سیستم صنعتی و حمایتی نسبتاً کاملی داریم. سهم چین در بازار جهانی ثبات نسبی داشته و کالاها از مزیت رقابتی بسیار خوبی برخوردارن. این اولین بار نیست که کشتی اقتصاد جمهوری خلق به طوفان نزدیک میشه و با یه نگاه به اوضاع میشه دید که بارها به سلامت از اون عبور کرده. آیا واقعا این بار فرق داره؟ تا آخر امسال احتمالاً تصویر روشن‌تری دستمون میاد، به خصوص که نشست اقتصادی اصلی حزب حاکم ماه دسامبر انجام میشه. به هر حال در این دریای پر رفت آمد طوفانی هم بیاد، فقط یک کشتی رو گرفتار نمی‌کنه. تو مجد احباز، بانکوک. ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. شب روز شما خوش.